خداوند این قلیل توسل و عزاداری ها را از همه ما و شما قبول بفرماید. صلوات بفرستید. یک خلاصه ای از عرض دیشب را مطرح می کنم، بعد میرم سراغ بحث جدید و دنباله اون. عرض کردم که ابی عبدالله الحسین در اون وصیت نامه معروفش دو مطلب بسیار مهم رو بیان فرموده است. مطلب اول هدف قیام خودشه. در اون وصیت نامه امام به صراحت می فرماید که من برای اصلاح جامعه اسلامی قیام کردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این مطلب اول هست. مطلب دوم راجع به روش اصلاح سخن میگوید. میفرماید اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جد و ابی علی ابن ابی طالب. این مطلب روش اصلاح رو میگه. با توجه به این که ما پیرو این بزرگوار هستیم و با توجه به این که جامعه ما و جوامع اسلامی امروز به شدت نیاز به اصلاح داره، ما با الهام گرفتن از این دو نکته و دو مطلبی که امام فرموده است میخواییم راجع به اصلاح جامعه و روش اصلاح سخن بگیم. مطلب اولی که من عرض کردم این بود که ما برای اینکه بفهمیم یک جامعه رو اصلاح کنیم، قبل از اون باید بدانیم که جامعه چگونه فاسد شده است. چون اصلاح در مقابل افساد، اصلاح میکنیم یعنی اون رو به صلاح میاریم، افساد یعنی او رو فاسد میکنیم. خب صلاح و فساد چی بود؟ صلاح و فساد این بود که فساد عبارت بود از خارج شدن یک پدیده یا یک حرکت یا یک جریان از اون حالت طبیعی و اصلی و اولیش. مثال زدم دیگه، آب خلقت اولیش این است که زلال باشد، اما گاهی گلالود میشه، گندیده میشه، بومده، آب میشه فاسد. بدن خلقت اولیش این است که سالم باشد، اما گاهی آسیب میبیند، ویروس میگیرد، بیمار میشود، میشه فاسد. پس صلاح این است که یک پدیده یا یک جریان به همون حالت طبیعی و اصلی خودش بماند و فساد این است که از اون حالت طبیعی و اولیه خودش خارج شود. این معنای صلاح و فساد بود. حالا ما اگر بخواهیم یک جامعه رو اصلاح کنیم، قبل از اون باید بدانیم که این جامعه چجوری فاسد شده است، چجوری از روال اصلی و طبیعی خودش خارج شده. یک تصوری از فساد جامعه باید داشته باشیم تا بعد بریم سراغ اصلاحش. اگر ما یک تصوری از فساد جامعه، فساد نهادهای اجتماعی نداشته باشیم، خب طبیعتاً دنبال اصلاح هم نمیریم، چون احساس نیاز نمی کنیم. برای این که ما جامعه رو اصلاح کنیم، حتماً باید اول یک شناختی نسبت به فساد جامعه داشته باشیم. دیشب عرض کردم که یک جامعه اگر فاسد میشه در سه جهت یا در سه بعد
جامعه میتواند فاسد شود. جهت اول و بعد اولش بعد سیاسی جامعه است، یعنی مدیریت جامعه. یک جامعه وقتی در بعد سیاسی فاسد میشود چگونه میشود؟ عرض شد که طبیعت و کارکرد اصلی یک حکومت که مدیریت جامعه را بر عهده داره این است که عدالت برقرار کند، این است که زمینه رشد مادی و معنوی مردم را فراهم کند، این است که احقاق حقوق کند، این است که زمینه پیشرفت و تکامل و تعالی جامعه را فراهم کند، این است که امکانات جامعه را به همه برساند. این کارکرد اصلی یک حکومت. اگر یک حکومت این گونه رفتار کرد معلوم میشه این حکومت حکومت صالح است، ولی اگر این نقش و کارکرد رو نداشت اون حکومت میشه فاسد. دیروز عرض کردم اگر حکومت ظلم کند، اگر حکومت مانع رشد مردم شود، اگر حکومت زمینه تکامل و پیشرفت جامعه را از بین ببرد، اگر در ادارات حکومت قانون شکنی شود، به جای قانون پول و پارتی نقش و تعیین کننده باشد، اگر در مسئولین حکومت شایسته سالاری وجود نداشته باشد، شایستگان و صالحان و انسانهای لایق در مدیریت جامعه نقش نداشته باشد و حکومت برود سراغ انحصار، قدرت را در انحصار یک حزب قرار بدهد، حالا چی اون افراد حزب شایسته باشند چی نباشند، قدرت را در انحصار یک قوم قرار بدهد، قدرت را در انحصار یک قبیله قرار بدهد، همه اینها نشانه های فساد اون حکومته. نشان دهنده این است که این حکومت از اون حالت طبیعی و اولیه‌اش، از اون کارکرد اصلیش خارج شده و فاسد شده. شایستگان را نادیده گرفته است، استعدادها را نادیده گرفته است، امکانات را نادیده گرفته است. اینها نشانه ها و شاخص های فساد یک حکومته. پس اگر یک جامعه از نظر سیاسی، یعنی از نظر مدیریت جامعه فاسد شود، اینها شاخص هاشه. اگر شما میخواید بفهمید که این جامعه از نظر سیاسی صالح است یا فاسد است، نگاه کنید ببینید که این حکومت چه نقشی ایفا میکنه، آیا اون کارکردهای اصلیش رو دارد یا ندارد. این یک بود و یک جهت. جهت دوم جهت اقتصادی است. یک جامعه گاهی از نظر اقتصادی فاسد میشه. فساد اقتصادی چیه؟ فساد اقتصادی این است که اکثریت جامعه فقیر باشد. فقر اگر عمومی شد، اگر گسترده شد، اگر اکثر مردم در یک جامعه فقیر ماندن و فقیر شدن، این نشان دهنده فساد اقتصادی این جامعه است. اگر یک جامعه اسرافگر شد، اگر یک جامعه دنبال اسراف و تبذیر بود، اگر یک جامعه دنبال کمفروشی و تقلب بود، این نشان دهنده این است که این جامعه از نظر اقتصادی فاسده. اینا شاخص های فساد یک جامعه است. بعد سوم که مهمتر از هر دو هست و ریشه همه فسادها هم همین بعد سوم هست، فساد در فرهنگ جامعه است. هر جامعه‌ای یک روح دارد،
الان شما در این جمعی که نشسته اید، خب هر انسانی یک تن دارد دیگه، یک شخص است، اما یک سری اشتراکاتی الان در بین همه این افراد وجود دارد، یک سری باورهای مشترک وجود داره، یک سری ارزش‌های مشترک وجود داره، یک سری سنت‌ها و عادت‌ها و عنعنات مشترک وجود داره. اینها رو ما بهش میگیم فرهنگ جامعه. روح اجتماع همین فرهنگ جامعه است. بعد سوم فساد جامعه بعد فرهنگی است، یعنی یک جامعه از نظر فرهنگ فاسد میشه. نمونه هایی را دیروز عرض کردم، یکی از اون نمونه ها عرض شد چی بود؟ تعصب کور بود. یکی از اون نمونه هایی که امشب خدمتتان عرض میکنم نفاق و دورویی هست. گاهی یک جامعه درو میشه، منافق میشه در رفتارش، در تعاملش با مردم، در بازارش درویی میکند، نفاق داره. هیچ کس نمیگه من منافقم، ولی رفتارش رو که نگاه بکنید رفتار منافقانه است. یک مثال خیلی ساده، تو بازار میری یک جنس رو میخوای بخری، اون فروشنده به جای این که اون قیمت اصلیش رو بگه، یکونیم برابر قیمتش رو میگه، شما هم اینقدر چانه میزنی تا برسانی به قیمت اصلیش. خب اون فروشندهی که اول قیمت رو بالا گفته است، چرا بالا گفته؟ این صداقت نداشته در این قیمت گذاری. توجه میکنید؟ این قیمت رو بالا میگه تا بعد در اثر چانه زدن بیارد به اون قیمت اصلیش برسانه. خب اگر از این اول این قیمت اصلیش رو میگفت چی میشد؟ این نشان دهنده این است که در بازار و در تعامل مردم در بازار ما یک نوع نفاق و درویی داریم، صداقت نداریم. و همینطور در روابط خانوادگی، در روابط اجتماعی، اگر خوب دقت کنید میبینید که نوع نفاق و درویی در جامعه وجود داره. این نشانه فساد فرهنگی جامعه است. البته این به این معنی نیست که همه انسان‌ها منافقن، دروین، نه، غالب ما آدم‌ها اینجوری هستیم و غالب ما هم که نفاق داریم متوجه نیستیم. چرا؟ چون انقدر عادت کردیم به درویی، انقدر عادت کردیم به نفاق که اصلا برای ما یک امر طبیعی شده. اگر کسی به ما بگه آقا شما منافق هستی، درو هستی، به ما بر میخوره. ولی اگر در رفتار دقت کنیم میبینیم واقعا رفتار منافقانه است. وقتی احوال پرسی میکنید چند بار نوکرم چاکرم میگید، قربونت برم، فدایت بشم، فلان، اینا همه ادبیات منافقانه است. یک آدم مؤمن اینجوری ادبیات نداره، هیچ وقت نمیگه من فدایت بشم. کی میگه واقعا شما فدای من میشی؟ واقعا صادقی در این کار، در این حرف؟ قطعا نیستی. اگر من بگم فدایت بشم، نوکرتم، چاکرتم، قربونت بشم، فلان بشم، همه اینا دروغه، دروییه. ببینید اینا نمونه های خیلی ملموس نفاق و درویی در یک جامعه است. خب وقتی نفاق در یک جامعه به وجود میاد، یعنی اینکه جامعه از نظر فرهنگی فاسده. این نمونه دیگر، این نمونه ها رو خوب دقت کنید، میخوام با ذکر این نمونه ها یک تصویر روشنی از یک جامعه فاسد در ذهن شما ایجاد بکنم تا بدانید یک جامعه فاسد چه شاخص هایی داره، چه چهره دارد، تا بعد بدانیم تشخیص بدیم که جامعه ما آیا جامعه فاسد هست یا نه و آیا نیاز به اصلاح دارد یا نداره. یکی از مهمترین ابعاد فساد فرهنگی یک جامعه، خوب دقت کنید، اینا
یک کمک نیاز به اندیشیدن دارد. من نهایت تلاشم را میکنم که این مباحث را به زبان ساده بیان کنم که همه بفهمند. یکی از جلوه ها و نمونه های بسیار مهم فساد در جامعه غلبه احساس بر عقلانیت است. اگر یک جامعه اکثریتش، نمیگم همه مردم، چون در بحث های اجتماعی و جامعه شناختی هیچ وقت ما یک قاعده کلی نداریم، قاعده اکثری داریم. یعنی وقتی میگیم یک جامعه اینجوری است، یعنی اکثر مردم اینجوریه، اغلب مردم اینجوریه، نه اینکه 100% مردم اینجوری است. در قوانین اجتماعی ما کلیت نداریم، بیشتر اینجوری است. خب اگر یک جامعه غالب مردم و اکثر مردم به جای تفکر و اندیشیدن در مسائل خودش احساس را عامل تحریک و رفتار خودش قرار بده، یعنی به جای تعقل از احساس برانگیخته شود، این جامعه جامعه است که از نظر فرهنگی فاسده. غلبه احساس بر عقلانیت در رفتار و در گفتار در اکثر مردم نشان دهنده فساد اجتماعی در فرهنگ این جامعه است. الان شما در گفتارتان نگاه کنید، ببینید چقدر احساسی سخن میگید. میزان اندیشیدن شما در گفتار چقدره؟ اگر 100 جمله سخن میگید در یک مجلسی، در یک گفتگویی، ببینید در اون جملات شما چقدر تعقل و اندیشه نقش دارد تا احساس، چقدر فکر نقش دارد به جای حب و بغض. میبینیم که اکثر مردم در جوامع ما، در جوامع اسلامی یا در جامعه ما، از روی حب و بغض سخن میگن، از روی حب و بغض رفتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی احساس غالب بر عقلانیت. خب وقتی که یک جامعه جامعه احساسی شد، احساس و حب و بغض بر رفتار و گفتار انسانها مسلط شد، این جامعه در حال افراط و تفریط قرار میگیره، یا افراط میکند یا تفریط میکند، یا زیاده روی میکند یا کوتاهی میکند. نمیتواند اون وظیفه و مسئولیت را که هر انسانی بر دوش دارد درست انجام بده. همه این افراط کاری ها و تفریط هایی که ما الان در جامعه خودمان یا در ایران یا در جامعه اسلامی دیگر میبینیم ناشی از همینه که احساس ما بر عقلانیت ما حاکم شده، به جای اینکه با فکر کردن و اندیشیدن رفتار کنیم و زندگی بکنیم و تعامل داشته باشیم، با احساس و حب و بغض رفتار میکنیم، زندگی میکنیم. یک نمونه دیگر از فساد فرهنگی جامعه، اضمحلال خانواده است. اگر در یک جامعه بنیاد خانواده سست بشه، آمار طلاق ها بیشتر از ازدواج ها بشه، اعضای خانواده به جای اینکه ارتباط و صمیمیت داشته باشن از همدیگر دور بشن، همه مشغول موبایل و فضای مجازی باشن به جای اینکه بشینن با هم حرف بزنن، اگر بنیاد خانواده در یک جامعه سست شد و کم کم فرو پاشید، این جامعه الان از نظر فرهنگی دیگه فاسد شده. چرا؟ چون هسته اولیه استحکام هر جامعه استحکام خانواده است. اگر شما میخواین بفهمین که یک جامعه جامعه صالح هست یا نه، نگاه کنید ببینید در اون جامعه خانواده ها چقدر استحکام دارن.
اعضای خانواده چقدر ارتباط دارن با هم دیگر، چقدر با هم تعامل دارن، چقدر با هم تعاطف دارند. اگر این باشد معنیش اینه که این جامعه صالح است، اگر نباشد معنیش اینه که این جامعه از نظر فرهنگی فاسد شده. نمونه بارز این فساد اجتماعی رو ما در جامعه غربی امروز شاهد هستیم. در غرب امروز یکی از مشکلات اجتماعیشون که جامعه شناسانشون موندن چیکار کنن همین مسئله فروپاشی خانواده هاست. خانواده داره از هم میپاشه. ازدواج های سفید و نمیدونم دوست دختر و دوست پسر و اینها به جای ازدواج رسمی قرار گرفته است. دیگه حرامزاده در جامعه فراوان شده است. کمتر حلالزاده وجود داره. اینا نشانه فساد فرهنگی جامعه است که نتوانسته است خانواده را که هسته اولیه رشد جامعه هست حفظ کنه. متاسفانه جهان سوم و جوامع اسلامی و جامعه ما که چندین دهه عقب‌ترند از اونها تازه دنبال اونها را افتادن. اونها رسیدن به آخر خط. اونها رسیدن به این که این فرهنگی که الان بر جامعهشان حاکم است فرهنگ مطلوب و ایدئال نیست و باعث اضمحلال خانواده شده. ولی ماها را با فیلم هایی که درست میکنن، با تئاتر هایی که انجام میدن، با مقالاتی که مینویسن، با تحلیل هایی که میکنن سعی میکنن ما را به اون سمت بکشانن تا بتونن بر ما مسلط شوند. و خیلی جای تأسف است که امروز میبینیم در جوامع اسلامی هم کم کم داره خانواده ها بنیادش سست میشه، روابط اعضای خانواده کم کم اون استحکام و استواری لازم رو دیگه نداره. این نشانه این هست که جامعه فاسدی است. یک نمونه دیگر و آخرین نمونه رو عرض بکنم. این یک مقداری دقت لازم داره. صلوات بفرستید. این شاخص هایی که گفتم تا اینجا راجع به شاخص های فساد سیاسی، فساد اقتصادی و فساد فرهنگی، این اختصاص به جامعه ما و جامعه ایران و جامعه اسلامی نداره. هر جامعه انسانی اگر گرفتار اینجور مسائل شود معنیش اینه که جامعه فاسد شده. حالا چی جامعه اسلامی باشه، چی جامعه مسیحی باشه، چی جامعه یهودی باشه، چی جامعه بیدین باشه، اصلا فرق نمی کنه. اینا شاخص هایی است که هر جامعه انسانی اگر درش باشد او جامعه فاسده. اما جامعه اسلامی یک شاخص ویژه هم دارد که اگر اون باشد جامعه اسلامی فاسد تلقی می شود از نظر ما، ولو نسبت به جوامع دیگر فساد تلقی نشود. اون شاخص چیه؟ اون شاخص مخصوص جامعه اسلامی است و اون عبارت است از دنیا زدگی. اون عبارت است از مادیت، حاکمیت مادیت و لذائذ مادی بر فکر و اندیشه و رفتار جامعه اسلامی. جامعه سکولار که دین رو از جامعه دور کرده است برای او طبیعی هست که از این لذت‌های مادی استفاده کنه، از جاذبه‌های مادی استفاده کنه در همه عرصه‌ها و همه زمینه‌ها. اما آموزه‌های دینی ما اینو نمیگه. آموزه‌های دینی ما میگه که تو به عنوان یک مسلمان هدف اصلیت دنیا نیست، تمتعات و لذت بردن هدف اصلیت نیست، این کار همه جانداران و حیواناته. تو انسانی،
هدف اصلی تو این است که تو از این زندگی 70-80 ساله‌ای که داری یک توشه برداری برای زندگی اصلی خودت که در آخرت است. فکر نکن آخرت خیلی دوره ها. ما تا میگیم آخرت به نظر ما میاد کی هست آخرت؟ آخرت همون لحظه‌ای که میمیری. از اون لحظه‌ای که میمیری وارد آخرت میشه دیگه. حالا کی میمیره انسان؟ معلوم نیست. ممکن است همین نیم ساعت بعد سکته کنیم بیمیریم. وارد عالم آخرت میشه. آموزه های دینی ما میگوید که ای مسلمان، تو برای زندگی در دنیا آفریده نشدی، برای استفاده از لذت های دنیا آفریده نشدی، تو برای او زندگی اصلی آفریده شدی. چرا؟ برای اینکه زندگی دنیا زندگی موقت 80-70 سال 100 سال بیشتر نیست. در درون تو یک حس جاودانگی وجود دارد. این حس جاودان زیستن که در درون هر انسان هست و هر انسان دوست دارد که جاودانه زندگی کند، این اقتضای اینه دارد که یک زندگی همیشگی در انتظارش باشه. این اقتضای اینه دارد که انسان در یک حیات جاودانه زندگی کند. اون حیات جاودانه این حیات دنیوی نیست، چون این موقته دیگه، همه میدونیم. پس معلوم میشه که ما برای او آفریده شدیم، نه برای این. یک صرفا یک دالانی است، یک مدخلی است که ما وارد میشیم در این دنیا، یک 80 سال عمر میکنیم. در این 80 سال عمر کردن سعی میکنیم این روح و نفس و جان خود را صیقل بدیم، شفاف کنیم، به تعبیر و ادبیات دینی تزکیه بکنیم، تربیت بشیم، بعد وارد اون زندگی اصلی بشیم. این آموزه دینی ما هست. این یک حقیقته. حالا اگر جامعه اسلامی از این حقیقت فاصله گرفت، به جای نگاه به آخرت، به جای آخرتگرایی، به جای این که هم و غمش این باشد که زندگی آخرت را درست کند، تمام فکر و ذکرش این باشد که چگونه از دنیا استفاده کند، چگونه از لذت‌های دنیا استفاده کند، چه حلال چه حرام فرق نمی کند دیگه. کسی که دنبال لذت‌های دنیا باشد دنبال حلال و حرام هم دیگه نمی گرده. این جامعه از نظر اسلام جامعه فاسدیه. من اسمش رو میذارم جامعه دنیا زده، جامعه‌ای که بر او تمتعات و لذت جویی حاکم است. البته توجه داشته باشید، معنای این سخن این نیست که شما دنیا را رها کنید. بحث رها کردن دنیا نیست. اینم یک فکر غلطیه. تا ما میگیم آقا آخرتگرایی، بلا فاصله میگه آقا مگر میشود دنیا را رها کرد؟ بحث رها کردن دنیا نیست اصلا. اصلا خداوند این دنیا را آفریده که شما ازش استفاده بکنی. پس بحث رها کردن دنیا نیست. قطعا باید از دنیا استفاده کرد، از این امکانات دنیا استفاده کرد. بحث گرایش است. بحث سر اینه که ما اصل را چی بدانیم؟ آیا اصل را آخرت بدانیم، از دنیا برای آخرت استفاده کنیم، یا اصل را دنیا بدانیم و زندگی دنیا را اصل بدانیم؟ بحث سر اینه. قرآن کریم چی میفرماید؟ میگه وابتغ فیما آتاک الله دار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. ببینید در این آیه کریمه که هزار بار خواندیم در قرآن، این دستورالعمل برای ما یک هدف رو تعیین میکنه. میگه هر آنچه ما به تو دادیم، از استعداد، از سلامتی، از امکانات، از لذت‌ها، همه اینها رو داشته باش برای آخرت. وابتغ فیما آتاک الله دار الآخره. با این امکانات و این استعدادها و این توانمندیها و این لذتها برو به سمت آخرت.
ولا تنس نصیبه که من دنیا، ولی نصیب و بهره تو از دنیا فراموش نکنی، دنیا را رها نکنی که بری بعد تو غار زندگی بکنی میگی من میخوام آخرت داشته باشم. نه، اصلا بحث این نیست، این فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ دینی ما این نیست. فرهنگ دینی ما اینه که آخرت اصل هدف اصلیه، دنیا برای رسیدن به آخرته. حالا اگر این واقعیت و این حقیقت رو جامعه اسلامی فراموش کند، دنیا زده شود، همه چیزش دنیا باشد، آخرت رو کلن فراموش بکنه، این جامعه از نظر فرهنگی فاسد تلقی میشه. ولو که از نظر غرب این جامعه جامعه فاسد نیست، ولی از نظر اسلام این جامعه جامعه فاسده. چرا؟ چون اصل و فرع را با هم اشتباه گرفته. مثل کسی میماند که هدفش رفتن به تهران باشد، خودش را مشغول کند به مسیر. مثلا میخواد بره تهران، هدف اصلیش تهرانه، اما این بره تو بیابانای بین سبزوار و شارود اونجا خیمه بزند و برای خودش دم و دستگاه درست کند. خب دم و دستگاه درست کردن در مسیر کار عاقلانه نیست. چرا؟ چون شما را از هدف اصلی باز میداره. هدف اصلیت که این نبود که بیای تو بیابان شاهرود و سبزوار خیمه بزنی برای خودت باغ درست کنی. هدفت این بود که تهران بری، اونجا یک کار مهمی داشتی انجام بدی. دنیا و آخرت هم این گونه است. دنیا یک مسیر، دارون ممرن لا دار و مقر. این سخن امیرالمومنینه. دنیا دار مروره، میگذریم از این. مگر ما شک داریم در این؟ همه ما میبینیم که انسان ها دارن میمیرن، فردا نوبت من و شماست. این معنیش اینه که پس ما از این دنیا داریم میگذریم، میریم، نمیمانیم تو دنیا. هدف اصلی و زندگی است. خب میخوام این عرض کنم، عرایزم را دیگه خلاصه میکنم، وقتم تمام شده. میخوام اینو عرض کنم که در جامعه اسلامی دنیا زدگی هم خودش یک شاخصهای فساد اجتماعیه. حالا ابی عبدالله الحسین وقتی سخن از اصلاح جامعه و سخن از اصلاح امت میگه، یکی از مهمترین فسادهایی که در جامعه اسلامی اون زمان در زمان امام حسین وجود داشت همین مسئله دنیا زدگی بود. درست است که ما فکر میکنیم که فساد سیاسی یا حکومت یزید فساد بود، اونم فساد بود، اما بدتر از او و مهمتر از او جامعه اسلامی به یک فساد عمیقتر مبتلا شده بودن. و اون فساد عمیقتر چی بود؟ خوب دقت کنید عزیزان، این امروز مبتلا به ماست، ما امروز با این مسئله سر و کار داریم. فساد جامعه امام حسین تنها حاکمیت یزید نبود، اونم فساده، اما عمیق‌تر از او هم یک فساد دیگری وجود داشت و اون این بود که مردم راضی بودن به اون حکومت. این رضایت مردم خودش یک فساد فرهنگی عجیبیه. گاهی هست یک حکومت فاسد بر شما تحمیل میشه، شما ناراضی هستی. خب اینجا حکومت فاسده اما جامعه فاسد نیست. اما گاهی میشود که جامعه نسبت به یک حکومت فاسد راضی میشه. یزید رو خلیفه پیامبر میداند، اوامرش را واجب الاطاعه میداند، امر یزید را امر پیامبر میداند. این جامعه الان به فساد فرهنگی عمیق مبتلا شده. جامعه امام حسین چون این وضعیتی داشت، نه تنها یزید حاکم بود که مردم هم به حکومت او راضی بودند. و امام حسین برای چون این جامعه داره فکر اصلاح میکنه. و همین فساد و همین فساد از کجا ناشی میشه؟ از دنیا زدگی اون جامعه ناشی میشه. جامعه دنیا زده هست که به حکومت یزید راضی میشه، به ذلت راضی میشه،
چون تمتعات و لذت‌های مادی برایش اصله. و همین دنیا زدگی بود که نه تنها به حکومت یزید راضی شد، بلکه علیه امام حسین هم قیام کرد. اونایی که در کوفه بودن، اونایی که در لشکر ابن سعد بودن، اونایی که علیه امام شمشیر زدن، اینا کیا بودن؟ اینا همین انسان‌های دنیازده‌ای بودن که ما امروز نمونه‌هاش هم در جامعه خود ما داریم. هیچ مطمئن نباشید که اگر یک امام حسین امروز قیام کند، من و شما حتما در لشکر او هستیم. تا در درون ما دنیازدگی وجود داره، تا در درون ما حب دنیا وجود دارد، لذت‌های دنیا برای ما اصل هست، مطمئن باشید که اگر یک همچی جبهه حق و باطل به وجود بیاد، ما در جبهه باطل قرار میگیریم. اگر میخوایم در جبهه حق باشیم، اگر میخوایم که در اون جبهه باشیم که در اونجا حسین رهبر است، اولین کاری که باید بکنیم این است که این فساد فرهنگی رو از جامعه خود ما دور بکنیم. کوفیان مسلمانان دنیاگرای دنیا زده بودند که در مقابل ابا عبدالله الحسین ایستادند و اون فاجعه را آفریدند که در هیچ تاریخی در تاریخ بشر چون این فاجعه‌ای آفریده نشده است. خداوند انشالله به ما توفیق معرفت و شناخت این حقایق و پیروی از اون بزرگوار را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.